درود بر شما، خواهش میکنم که شبکه خودتون رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما با خبر بشید. ده دروغ علمی که در مدرسه به ما آموختند. اساتید هر از چندگاهی دروغی را به اذهان خام ما می‌بستند که دانستن آنها جدایی از یادآوری خاطرات شیرین و سخت گذشته، مزید نمکی است بر دردهای چوب و شلنگ. با ما همراه باشید تا با هم پرده از تعدادی دروغ علمی که در مدرسه به ما مشتاقان علم گفتند برداریم. شماره 10، صدای اردک اکو نمی شود، یا همون کوک کوک. خب یادم هست که آموخته بودم صدای اردک اکو نمیشه، اما در آن روزگاران مثل بقیه آموخته هایم هیچ علاقه‌ای به دانستن دلیلش نداشتم، اما امروز دارم و میدونم. صدای اردک اکو میشه و مسئله اینه که گوش ما انسان‌ها قادر به شنیدن صدای اکوی اون نیست. دانشمندان با طراحی اتاق مخصوص توانستن پژواک صدای اردک رو بشنون. شماره 9، خفاش کور است. در کلاس های درس آموختیم که خفاش ها کور هستند، اما درست نیست، چرا که خفاش ها از سیستم بیوسونار برای شناخت دنیای پیرامون خود استفاده می کنند. خفاش با دریافت پژواک صدای فرستاده شده می تونه موقعیت تمامی اشیای اطرافش رو تشخیص بده. این سیستم تشخیص اشیا بسیار دقیق و پیچیده است و شاید بهتر بود به جای لفظ کور برای سیستم بینایی پربرکت خفاش اصطلاح بهتری رو به کار ببرن. گاز CO2 آلاینده است و مضر. حتما بیانیه های مختلف در مورد کاهش مصرف گاز دیوکسید کربن جهت کنترل گرمایش زمین، کمک به محیط زیست رو شنیده اید و همگی متفق القول از تاثیر منفی این گاز بر محیط زیست و سلامتی و آلودگی های آن صحبت کردین. اما حقیقت بازم کمی متفاوت تره. CO2 مسئول این همه آلودگی نیست. حدود 80% از اتمسفر رو گاز نیتروژن تشکیل داده. اگه این مقدار بیشتر بود، به عنوان مثال اگر 100% اون نیتروژن بود، ما دیگه قادر به زندگی بر روی زمین نبودیم. حیات بر روی کره زمین بدون وجود CO2 نیز غیر ممکن بود، چرا که گیاهان برای رشد و نمو به دیوکسید کربن نیاز دارن. در واقع مواد سمی صنایعی مخلوط شده با CO2 مسئول آلودگیه. شماره 7، همه انسان ها متفاوت هستند. در تعالیم مدرسه این افسانه قهریه را آموختیم که چون انسان ها شیوه آموزش متفاوت دارند، لذا با یکدیگر متفاوتند. اما تحقیقات و آزمایشات علمی حقیقت دیگری را به اثبات رسونده. حقیقت اینه که انسان ها هنگام قرار گرفتن در معرض موارد مشابه رفتار یکسانی رو نشان میدن و با توجه به تحقیقات تنها ویژگی های ظاهری بسیاری از انسان ها متفاوته، اما ویژگی رفتاری اونها در شرایط مشابه یکسانه. شماره 6، انسان دارای حواس پنجگانه است. این واقعیت که مغز انسان دارای 5 حس بینایی، بویایی، چشایی، شنوایی و لامسه است رو همه در مدرسه آموختیم، اما این نیز یه فریب علمی بوده، چرا که دانشمندان معتقدند مغز انسان دارای حواس دیگری نظیر حس تعادل، سرعت، گرسنگی، خارش، اکستراپولیت درد، اکستراپولیت حرارت و چند حواس دیگه است که دانشمندان معتقدند این قضیه حواس انسان رو بین 9 تا 20 حس متغیر میکنه. شماره 5، 8 لیوان آب در طول روز برای سلامتی ضروری است. این یک باور عمومی است که برای زنده ماندن حتما میبایست آب خورد و روزی 8 لیوان آب را ضروری میدونیم. اما واقعیت کمی متفاوت تره. به منظور حفظ هیدراته بدن میتونیم از نوشیدنی های دیگر نظیر میوه، آب میوه و سبزیجات استفاده کنیم که نیاز بدن به آب را تا حدی تأمین میکنن. بنابراین صرف ضرورت نوشیدن روزی 8 لیوان کاملا اشتباه میباشد. شماره 4، دیوار چین از کره ماه قابل رویت است. این داستان هیچگاه به اثبات نرسید و در هیچ تصویر گرفته شده از خارج زمین دیوار چین را نمی‌توان دید.
شماره 3، سیاه چاله هرچه در اطرافش باشد را به درون خود می کشد. در مدرسه تصور شرورانه از سیاه چاله به ما دادند و می گفتند که سیاه چاله هر شیر را در اطراف خود به درون خود می کشد. اما این تمام حقیقت نیست. سیاه چاله اجسام را به داخل خودش می کشد، اما نه لزوماً همه اجسام را. به دلیل گرانش بالا در سطح سیاه‌چاله، عمل کشش به سمت سیاه‌چاله رخ می‌دهد، اما همواره این گرانش بر گرانش دیگر ستاره‌ها برتری نخواهد داشت. شماره 2، فصل‌ها به خاطر نزدیکی زمین به خورشید به وجود می‌آیند. به ما یاد دادند که به خاطر تغییر فاصله زمین از خورشید، فصلها از بهار به تابستان، پاییز و زمستان تغییر می کنند. این افسانه غلط است. در واقع در بسیاری از شهرها در فصل تابستان فاصله بین زمین و خورشید بیشتر از فصلهای دیگر است. تحقیقات علمی این نکته را اثبات کردند که تغییر فصول به دلیل تغییر زاویه زمین بر روی محور خود ایجاد می گردد. هنگامی که زمین به صورت عمودی بر خورشید قرار می گیرد، تشعشع بیشتری را نیز دریافت می کند. و شماره 1، نیوتن قانون جاذبه را به خاطر افتادن سیب بر روی سرش کشف نکرد. این داستان را همیشه در مدرسه ها می شنویم که نیوتن عزیز زیر درخت سیب نشسته بود و سیبی که در همان اثنا روی سرش می افتاد او را به فکر می اندازد و نهایتاً قانون جاذبه توسط او کشف می شود. اما واقعیت این است که خود نیوتن هیچگاه این داستان را مطرح نکرده است و این داستان چندین دهه پس از کشف قانون نیوتن و بعد از مرگ وی بر سر زبان ها افتاد. شاید این داستان را باید بزرگترین دروغی که در مدرسه ها به ما گفتند نام گذاشت. اگر از این ویدیو خوشتون اومد میتونید اونو لایک کنید و به اشتراک بذارید. شبکه ایرانیان امریکا همراه شماست.